جمهوری اسلامی مسئله اعدام یه وسیله برای سرکوب و ساکت نگه داشتن جامعه، مردم، کارگران، زنان استفاده کرده. در واقع به این هم اشاره کردیم که خود مسئله اعدام ها نتونسته واسه رژیم در واقع اون چیزی رو که رژیم در نظر داشته واسه بقای حاکمیت مطلقش کمک بکنه، چون ما دیدیم در 10 سال گذشته چندین قیام، هر قیام از اون یکی دیگه وسیع‌تر، بزرگتر و خطرناکتر برای کل موجودیت جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه گفتیم که این مسئله هم کمک نمی‌کنه، همچنان که پاکسازی زندانیان سیاسی دهه 60 و اینا به جمهوری اسلامی هیچ کمکی نکرد و مبارزات و اعتراضات متشکل مردم از اون موقع تا به الان خیلی چشمگیرتر، بیشتر و وسعت یافته‌تر شد. ببخشید، در جای دیگه اشاره کردیم که مسئله تظاهرات و خیابون اگه به نسبت یه ماه پیش، 2 ماه پیش کم شده، ولی گفتیم که جامعه، هیچ جامعه‌ای نمیتونه از زندگی، از رفاه، از آزادی خودش صرف نظر بکنه. همین الان مسئله بازنشستگان، کارگران، جنبش‌های اعتراضی ادامه داره و جنبش بار دیگه، انقلاب بار دیگه، مردم بار دیگه برای انقلاب، برای زندگی، برای آزادی دوباره به خیابون میان و ما باید آماده باشیم. و بخصوص امروز مبارزه علیه اعدام، همچون که مسئله حجاب که عقب رونده شدن، باید مسئله علیه اعدام هم فعالتر بشه، جلوی چشم باشه، افشاگری بشه، تظاهرات بشه تو اروپا، بخصوص علیه سازشکاری کشورهای اروپایی که در رابطه با رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و سازش رفتن. ما مبارزمون رو تشدیدتر بکنیم.